سلام بر شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا به امروز از آموزش هایی که در اختیارتون قرار دادم استفاده برده باشید. در ابتدای صحبت هم ازتون دعوت میکنم حتما کانال من رو در یوتیوب محمود بیز سابسکرایب کنید و گزینه زنگوله رو که بعد از سابسکرایب کردن میاد حتما فشار بدید، سابسکرایب فراموشتون نشه. من هر روز سعی میکنم ویدیوهای جدیدی آپلود بکنم، ویدیوهای کاربردی البته که خیلی براتون میتونه مفید باشه، از تجربه کاری خودم براتون مینویسم و فیلم آماده میکنم و ارائه میدم. آموزشی که امروز میخوام بهتون بدم برای اینه که از شر بدافزارها یا ویروسهایی که ممکنه از طریق ایمیل دستتون برسه یا ممکنه توی کامپیوترتون باشه میخواد خلاص بشید. این آموزش میتونه براتون مفید باشه، حتما این آموزش رو به صورت کامل ببینید. خب سایت رو من حتما لینکش رو در ادامه آموزشمون در اون انتهای نوشتار پایین میذارم براتون که حتما روش کلیک کنید و ازش استفاده بکنید. سایت جوتی که میتونه براتون ویروس ها رو پیدا بکنه، میتونه اسکن بکنه، اسکن از طریق این آنتی ویروس ها به صورت کاملا آنلاین هم انجام میشه و کاملا هم رایگان. 250 مگابایت شما میتونید و 5 تا فایل رو میتونید به راحتی اینجا اسکن بکنید. پس حتما از بدافزارهایی که براتون میاد، مخصوصا اگر ایمیلی دستتون میرسه که داخلش یه فایله، اون فایل رو قبل از باز کردن حتما به این سایت بدید تا براتون چک کنه و اگر فایل مورد نظر مشکل داشت حتما دیگه خودتون هم میدونید که نباید اون رو دانلود بکنید و اون رو بلاکش کنید، حذفش کنید و به هیچ عنوان هم توی سیستمتون نذارید. من امروز میخوام یه دونه فایل دارم توی کامپیوترم، میخوام اون رو اسکنش بکنم ببینم آیا این فایل من خراب داغونه یا قرار مثلا یه فایل مناسب باشه که بتونم ازش استفاده بکنم. بذارید من یه دونه فایل اینجا پیدا بکنم، مثلا یه دونه فایل ورد برای من یه نفر فرستاده، میخوام ببینم که این فایل، یه دونه عکس فرستاده، ولی این عکسم که دیده میشه. بذارید من این فایل ورد حجمی نداره، اینم که حجمی نداره. بذار بریم تو دانلودا یه لحظه دوستان از این چشاشون رو درویش کنن. این چقدر حجمش؟ من یه دونه فایل دارم، فایل زیپه، بذارید من این رو آپلود کنم. فایل رو انتخاب میکنیم، اینجا که بروز رو زدید فایل باز شد، فایل رو انتخاب میکنیم. الان میره برای بررسی، یه فایل زیپه از طریق آنتی ویروس های مختلف برامون چکش میکنه. اگر توی فایل به هر شکلی مشخص بشه این ممکنه به سیستم ما ضربه بزنه، آسیب برسونه، به ما اعلام میکنه. سیستم سایت جوتی سیستم فوق العاده خوبیه که ویروس ها رو به راحتی اسکن میکنه. من براتون لینکش رو حتما میذارم، استفاده بکنید چون کاربردیه و دیگه از شر ویروس ها خلاص شید. مخصوصا الان که بدافزارا رو زیادی مینویسن، بدافزارا زیادی مینویسن برای نفوذ، برای آسیب رسوندن به هارد و سیستم و کامپیوتر و همه سیستم های عامل مختلف. خب مشخصات فایلمون رو اینجا نوشته، سایزش رو هم گفته، یه فایل رره، ببینید داره چکش میکنه از طریق همشون چک شدن، تموم، نوشت فینیش. 15 ثانیه زمان برد تا برامون چکش کرد. پس الان این فایل هیچ مشکلی نداره و من میتونم این رو دانلودش بکنم. خب میخواد یه فایل دیگه هم اسکن بکنیم. خیلی روال ساده‌ای داشت، من فایل رو انتخاب کردم بعد اومد اینجا. الان میتونم دوباره این رو دوباره بذارم، من این رو لینک کنم اینجا، پاک میکنم، دوباره میام یه عکس این بار بهش میدم، یه فایل ورد میدم، یه فایل دیگه بهش بدیم، بذارید ببینیم دیگه چی میتونیم پیدا کنیم. آها این فایل PDF رو میدیم ببینیم چی میگه. سریع سرچ ببینید داره آماده میشه برای
بررسی فایل اینجا پیدا نشد. دکتر وب نودم داره 32. تموم شد. اینم هیچ ویروسی نداشت، خدا رو شکر سیستم ما پاک. اسکن فایل، دوباره میتونیم فایل بعدی رو بهش بدیم. از قسمت های دیگه که این سایت داره بخش API که برای دوستان برنامه‌نویس خیلی خوبه، میتونن این امکان رو برای سایت خودشون هم فراهم کنن. باید با سازنده این وبسایت تماس بگیرن و اطلاعات رو در اختیارش قرار بدن. این سایت به زبان‌های مختلف قابل ارائه است، 11 زبان قابل استفاده است، میتونید زبان مورد نظر انتخاب کنید. خب آموزش امروز رو به شما دادم، سعی میکنم آموزش رو خیلی خلاصه باشه، پرحرفی نکنیم که دوستان خسته نشن، کاربردی باشه و سریع بتونید ازش استفاده کنید. این سایت رو در انتها لینکش رو حتما میذارم، حتما استفاده کنید. ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. برای دانلود فیلم ها، عکس ها یا محتوایی که تو کامپیوتر دارید یا براتون ارسال میکنم به این سایت فایل رو بفرستید تا 250 مگابایت رو ازتون قبول میکنه به صورت لحظه‌ای، به بهتون چیز بده، وضعیت شما بررسی بکنه که آیا این فایل شما بد افزار داره، ویروس داخلش هست یا نیست، براتون چک میکنه. من این رو آدرس سایت رو در انتهای ویدیو میذارم، حتما استفاده کنید. برمیگردم داخل کانال یوتیوب محمود بیز. لطفا بازم بهتون میگم، ازتون خواهش میکنم سابسکرایب کنید و گزینه زنگوله رو هم بزنید. نظرات خودتونم با من در جریان بذارید، من مطمئنا نظراتتون رو میخونم و به اونها جامعه عمل میپوشونم. خیلی متشکرم از اینکه وقت گذاشتید، امروز هم همراه من بودید. شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم. تا آموزش بعدی باهاتون خدافظی میکنم. خدایا رو نگهدارتون باشه. فعلا.